سلام خدمت کلیه سروران عزیز. امروز دوباره دنباله داستان نویمون ادامه میدیم. روز قبل به اونجا رسیدیم که یوشوع بن نون یک کم کم داشت پیر میشد، اومد تمام اسرائیل ها رو جمع کرد و اومد با من دیگه 110 سالمه و همین روزا قراره من برم پیش اجدادم و شما تنها میشید. میخوام بهتون بگم از رای هشم دور نشید. هشم خیلی به ما کمک کرده، معجزه کرده، از دست مسیحا نجاتمون داده، از مصر درمون آورده، از رود نیل گذراندتمون، تو صحرا بهمون خوراک داده، مان داده، همه اینا. نکنید، نسازید، مبادا برید بت پرستی بکنید، نرید با گوی ما ازدواج کنید، نرید وصلت کنید با یه همسایی بت پرستی که ما اینجا داریم، تحت تاثیرشون قرار نگیرید. و نشست یک کلی نصیحتشون کرد که از راه هشم دور نشه. همه افتادن رو دست و پاش و گریه کردن و زاری کردن و قسم خوردن که ما قول میدیم از راه هشم دور نشیم، نه خودمون، نه بچه هامون، نه اجدادمون، و همگی این قول رو به تو میدیم که حتما تو رای هشم بریم، تو رای هشم باشیم و از دستورات هشم هیچ گونه سرپیچی نکنیم. چه فایده؟ از قول ما هزار دفعه دادیم. به قول معروف میگه نرود میخ آهنی در سنگ. شرمندگی. همه کتاب نویم همی که قول میدیم و ازش بر میکردیم، ای میگیم و گوش نمیکن. به هر صورت نامشون قول میده که از رایشه هرگز دور نمیشن و خطا نمیکنن، نه خودشون نه بچه. یوشوع از ظلم میره، پیران قوم شروع میکنه به سرپرستی اسرائیل ها. همونجور که میگیم پیران قوم بودن دیگه، یکی بعد از دیگه اینا از ظلم میره. و بعد از یه مدت کمی همه پیران از ظلم میره و دیگه کسی نبوده که رهبری قوم رو در دست بگیره. دور تا دور کشور اسرائیل که گویی ما بودن بت پرستی میکردن، دختراشون هر کاری میخواسته میکردن، هر شب تو دیسکو بودن، تو دانس بودن، توی کلاب بودن، توی سینما بودن، تو سینما بودن، با لباسای کوتاه، با لباسای اون چنانی می اومدن و دل پسران اسرائیل ها رو می بردن و پسران اسرائیل هم به امانی که خواله یه شب خوش می گذرن نیم آنه امشب می ریم کباره و چه مانعی داره فرده می ریم اومو ای سینما و چه مانعی داره فردا رو بریم تو ای کازینو و چه مانعی داره داستان همیگی همیشه. و با دختر رو میرفتن، این روز با این دختر خوشگل و با اون دختر خوشگل، از دختر رو خوششون میومده و داستان همیگی همیشه. با دختر رو میرفتن و دختر رو همتون یا طبق معمول حامله می شده و یه هم باش ازدواج می کرد. داستان
داستانی که تکرار میشه. این صفحه یک سوزن خورده. اسمو عوض میشه. داستانمو داستان. قصمو قصه. ماجرامو ماجرا. و بعد از یه مدت کوتاهی تعداد زیادی از پسران و دختران گویم ازدواج کرده بوده و تعداد زیادی از دختران اسرائیل با پسران گویم ازدواج کرده بوده و همگی دنبال بت پرستی و چیزی که اصلا براشون اهمیت نداشته طبق معمول هشم و تراش بود. لام بکن شیعه شعباتی ما تو رفته داریم ما دلت خوشه بریم کنیسا همین یه شعباتو هم بریم تو کنیسا بشینیم صبح تا شب گی به خودمون برسیم همین از اول هفته کار میکنیم مثل چی تا آخر هفته خالی یه روزو هم داریم یه روزو نریم سینما نریم کباره نریم خوش بگذرونیم یا بریم بشینیم تو کنیسا صبح تا شب که چی دو بشه غافل از این که یه شب با تو کی بهمون داده هشم بهمون داده هشم بهمون داد که بریم پرستشش کنیم ندادمون که بریم تو سینما بشینیم ندادمون بریم بشینیم کنار دست دوستامون ورق بازی کنیم گفتم اشکالیه که من از نویم شروع کردم اگه از تو رو شروع کرده بودم میگفتم چجوری شبات گیرم اومد برای چی چشم شبات بهمون داد حالا اینجا هم جاش نیست که من بهتون بگم میگید خب حالا بگو همینجا ولی هم تو را تا من بخوام برم توش رو در بیام و یه هفته باید تو رو باشم براتون بگم و بریم جلو به خاطر یکی نمیشه گفت میدونید خود نمیشه من فقط بیام یک کلمش بگم و برم باید راجب تو رو بگم بگم موشه اومد موشه کارو که بعد رفت به ششم بعد هشم گفت میباشه بعد دعوا شد با فیرون فیرون اومد ای اسرائیل رو به زور و زج کشید ماشم اومد پا درمیونی که گفت خواهی جور از اینا میکنی اینا از گذاشتی زیر فشار هفت روز هفته جور دارن کار میکنن بعد یکی دو ماه زبارشون در میده دیگه همین کارو هم نمیکنه خب یه روز بهشون آف بده تا جون داشته باشن شیش روز برات کار کنه خودم انداخت کله فیران گفت باشه گفت کی باشه ماشه گفتش خب شب باد بهشون بده فرعونم باز هشم انداخت تو کرده گفت باشه شب باد تو بهشون نفت شب باد جوری گیره ما اومد هشم ننداخت تو کرده فرعون که شب باد یه روز هفته بهمون تعطیلی بده که بریم پای جوغکو بریم تو سینما او بریم پای برقو بریم تو کاباره او میخواید این کارها بکنید دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه بکنید چی کار روز شنبه او دارید روز شنبه او مال هشمه شما اگه راست میگی این روز از جیب خودتون بزنید چرا میاد از روز هشم میزنید خب یه کادوی هشم بهتون داده چرا میان میندازیدش تو دله اشخالی اگه راست میگی پول تو جیبتون مندازید تو دله اشخالی اگه اون نره تو اون نره چی کار کادوی هشم دارید میبینید نمیکنید یعنی یه شبا تو داری شبا تو مال شما نیست کدوی هشمه ها
آدم اگه یه کدوی بهش میدن برد میکنه تو دلیلش خالی، یا که یه پادشاهی بهش داده باشه میذارتش تو تاخچه هر روزم تر و تمیزش میکنه نشونم یکی هم میده بهش افتخار میکنه، ما همیه میندازمش تو دلیلش خالی. همین یه روز شنبه دو دارم بابا، یه روز شنبه دو مال تو نیست، شیش روز دیگه داری تو. چرا میچسبه این روز شنبه دو دارم؟ یه روز او تو هفتهش بزن نمیزنم باید برم سرکا. خب شنبه هم رو سرکا خب میریم شده هفت روز کار، همین نمیدیم همین اونا هم همین نمیدیم به هر صورت همین نمیدن. بعد یه مدتی دیگه دین داشته از دینی از بین میرفته، خودمون باشه نیرو دروازی، نه کسی نگه میداشته دین، نه کسی میدونسته دین چیه، نه کسی میدونسته شبات چیه، نمیدونسته روششونه کیه، یوم کیپور کیه، هیچی نمیدونستن. یه یوم کیپور هم از بر میامدن ساعت پنج بعد از اون میامدن شیش هم میرفتن تندسشون باز میکرد طبق معمول. یعنی روز یوم کیپور رفتن کنیسا، هشم که جور میشه خیلی ناراحت میشه، همه قولا فراموش کرده، همه ماجرا فراموش کرده، هشم میاد چیکار میکنه؟ میادش پادشاه سوریه که اون کشور آرام باشه، یه پادشاهی داشته که اسم پادشاه بوده کوشن ریشاتیم، که همونجور که از اسم ریشاتیمش معلوم یعنی راشا، یه اسمش هم راشا بوده کوشن راشا ریشاتیم، یعنی از رشایی میادش دیگه، خودتون دیگه تنم اینو میاره برمیانگیزتش هشه که بیاد و به قوم مصر عمله کنه، همون کشور سوریه باشه، پادشاه کشور سوریه رشتی کوشن بلند میشه و با ارتش زیاد وارد خاک اسرائیل میشه. و شما اینجا چیکار میکنید؟ شما توی کشور رو چی کار میکنید؟ کی به شما اجازه داده بیایید توش؟ شما به خود که ایدت اومدید توی اسرائیل؟ شما کار به خودی که ایدت اومدید توی اسرائیل؟ و ارتششو میاره تمام اسرائیل رو غارت میکنه، کشت و کشتار رو میندازه و همه اسرائیل از بزرگ تا کوچک به بردگی میکشه. اولش اینا فکر میکنن شوخیه، بعدش فکر میکنن خب درست میشه، بعدش فکر میکنن چی ما میشیم بوییم با اینا میسازیم جزشون میشه. بعد یه مدتی میبینن نه از این خبرها نیست، شلاقه، کتکه، حرف ناسزاست، حرف بده، توسریه، شرمندگیه، خجالته، چیکار میکنه؟ میافتن رو زمین و میگن هشم غلط کردیم، توبه کردیم، کار بد کردیم، معذرت میخواییم، ما کار بد کردیم، ما رو ببخش، ما رو از دست کوشن رشاییم
نجات بده، تو رو بکی، تو رو بکی، به خاطر بچه های خودت، به خاطر ابرام، به خاطر اسحاق، به خاطر یعقوب، به خاطر موشه، به خاطر هارون، اسم همه رو میارن تا یهوشوع. به خاطری به ما رحم کن، غلط کردیم، ما نبودیم، کار بدی کردیم، ما نفهمیدیم، من نبودم، دستان بود، تقصیر آسینان بود، ای میشینن میسازن و گریه و زاری و تو سر خود زدن، چون کوشن خیلی زجرشون میداده. برای 8 سال، 8 سال متوالی زیر دست و پا اینا رو نمی کرده، چنون به سر اینا میاره که اینا راست راستی میفتن به گریه و زاری. ولت ماست که غلط کردیم، ما نبودیم، اشم تو رو بکی، تو رو بکی، نجاتمون بده. اشم هم اشم خیلی در رایم، حقیقتنش در رایم، همه کارا کردند. اشم هم میشینه دیگه تا قد نمیاره که بینه اینا یه جوری دارن زجر میکشن، خیلی ناراحت میشه از زجری که اسرائیل ها میکشتن توسط یک کوشن رشایی. میاد چی کار میکنه؟ کالی بودا، کالی بن یوفه، یه برادر کوچکی داشته به نام اتنیل، که اتنیل با دختر کالی ازدواج کرده بود که اسمش بوده اخسا، اسم دختر کالی که با اتنیل ازدواج کرده بود. میاتش میره اشم پیشه اتنیل، میگه بیبی پاشو برو به جنگ کوشن رشتی، برو هم باد کار. اتنیل بن قنیس، میره و وقتی هاشم همچی دستوری بهش میده، میره و همه دلاوران سبت یهودا و همه سبت ها جمع کنه، از سبت کالب از سبت یهودا بود. خب اتنیل هم که برادرش بوده دیگه از سبت یهودا بود. همه دلاوران و سربازان و شجاعان رو جمع میکنه، میگه ببینید هاشم گفته رشاتیمو، گوشن رشاتیمو قراره به ما بده، بیاید بریم جنگ، دلتون قوی کنید و اگه ما بریم به جنگ ششم گفته میاد کمکمون و پیروز میشه. امه اینا خوشحال و خندون با اتنیل میرن و با سپاه کوشن رشاتین توی سهره می جنگ. در ضمن جنگ خود اتنیل می پره یه جایی که کوشن بوده و با شمشیر می افته وقت آره، چرق و پرق و ترقی می زنه و کوشن رشاتین رو می کشه. کوشن که کشته میشه توسط اتنیل، سربازام زهرشون میره که پادشانشون کشته شده جوری، دلشون خالی میشه تو دلشون. هشم هم از او برداشته کمک میکرده، دلاوران اسرائیل هم از او برمیرزن روشون، همهشون رو قل و قم میکنن، نابود میکنن تو سهرها و انتقام 8 سال بدبختی و فلاکتشون ازشون میگیره.
خوشحال و خندون و موفق و پیروز که از جنگ برگشتن برمیگردن تو کشور اسرائیل تو قوم و خبر پیروزیشون رو به همه یکی میدن. همه خوشحال و خندون که پیروز شدن وطنه رو میکنن جز اولین داوران اسرائیل میشه. سمت داورین رو بر اسرائیل رو یهوده میگیره، پادشاه نیست. مثلا در نظر بگیرید قاضی میشه، قاضی اسرائیل میشه، یعنی گرف گرف میزده همه قبول میکرد. 40 سال اتنل ریاست قوم اسرائیل رو در دست میگیره و اینا رو به طرف هشم هدایت میکنه و تمام قوم دیگه اجازه نمیده به طرف بت‌پرستی و زناکاری و برن با دختر گوییم یا دخترشون رو بدن به پسر گوییم و همه رو نگه میداره. ولی خب دنیا چی بار گذره، هیچ که عمر جاویدان نداره. بعد 40 سال اتنل از عالم میره. اتنل که از عالم میره دوباره موهاشو و همو کاسه. چطور میشه؟ دوباره کسی نیست که به اینا بگه کار نکن و کار نکن. همه اسرائیل ها چه کار میکنن؟ دوباره یکی امشب توی کاباره، فردا توی سینما، پس فردا شب توی کازینو، شب بعدش بدم توی پارک، چه میدونم داستانمیگی رو دوباره تکرار میکنه. داستانی که تمومی نداره. گفتم صفحه سوزن قرد است، ای دور میزنه میادم اونجا وای نیست. دوباره با گویم ها میریزن رو هم، دختر گویم و دختر گویم عروسی میکنن، دخترشون هم میدن به پسر گویم. از توی کاباره در میان میرن تو کازینو، از توی کازینو در میان میرن تو کاباره، از اینجا میرن تو اونجا. داستان هم میشه داستان هم میشه. و دوباره هشمو سر قهر میبرن، دوباره میان میگن که دین ما برای چی میخوا، یه شبات ما بیشتر داریم، خوشیش روز داریم مثل خلق کار میکنیم، یه شب با تو هم چی کار بکنیم؟ بعد به خودمون برسیم یا نه؟ خب یه روز هم بعد آدم به خودش برسه، چه روزی بهتر از شب با؟ دیگه روزی بهتر از شب با تم هست که آدم برسه که نره سینما، هم تعطیله هم سینما فیلم قشنگ داره، هم کاباره خودتون میدون چجور آدم هایی توش هستن و چه لذت هایی داره. تو کازینو هم که بریم چقدر پول میبریم، نمیگن چقدر پول به باقی ما، چقدر پول ببریم، هیچ وقت هم نبردن. امروز میبرن هفته دیگه دو برابرش میباخن، خدا نصیب نکن. خب داستانه میشه، چطور میشه؟ این دفعه دیگه دوباره عصبانی میشه، خیلی عصبانی میشه و از کشور چیز میاد. با یه پادشاهی بوده
به نام اگلو، اگلو که پادشاهو مانه مواب بود، موابی بود. و ای هشم موابی بوده و میادش مال شهر کشور ما میاد و میره و همه سپاهیان امنونی و امالقیا و جمع میکنه، میگه بیاید بریم به جنگ اسرائیل. اسرائیل خیلی پر رو شده، راست میگفت، پر رو نسبت به هشم شده. اگلو میگه به اون دیگه اینه خیلی پر رو شدن، بیاد بریم یه خود روشون کم کنیم. با پادشاه امنونیا و امالقیا میرزه روان و مثل مور و ملخ میرزن تو اسرائیل، ده به کش و ده به غارت و ده به ببر و بندگی و بردگی کشیدن. و این میگفته روی اینا باید کم بشه، که واقعا با بوده روشون کم میشده، چون خیلی پر رو شده بودن بشه. میگه چقدر پر رو شده بودن؟ 18 سال پر رو شده بودن، 18 سال پر رو شده بودن، اندازه 18 سال، یعنی 18 سال تشوها نمی کن. قد پر شده بود. این وقتی بریم روشون کم کنیم اگلو میریزه برای 18 سال تو اسرائیل و غارت، تجاوز، مال مردم خوردن، به بندگی کشیدن، به بردگی بردن، اذیت زنا بکنن، اذیت بچه ها بکنن، به زنا و دخترها تجاوز کنن، هر کاری بگید بکنن، 18 سال پر رو شده. بعد از 18 سال میبینن هیچ رای امیدی جز هشم ندارن، دوباره میان میافتن رو دست و پای هشم. هشم غلط کردیم، اشتباه کردیم، ما نبودیم، ما اشتباه کردیم، به بخش معذرت میخوایم، دوباره من نبودم، دستم بود، تقصیر سینم بود. شروع میکنم به درگاه هشم گفتن تو رو به کی ببخش، تو رو به کی ببخش، من اشتباه کردم، دیدم ایزارم دخترم باز گویم ازدواج کنه، خودم نمیرم با گویم ازدواج کنه، نمیریم با دخترای گویی، نمیریم با پسرای گویی، هی میشینن و میگن و میگن و میگن. هشم هم که خدایش باشه در رحیم، خیلی در رحیم، ما باید مهربونی و لطف و همیشه از هشم یاد بگیریم. لطف و مهربونی جز خصوصیت های هشمه، که اگه ما یه خوردش رو یاد بگیریم بعضمون میشه گل اسم. هشم هم که دوباره دلش برن میاد تو میبینی اینا هر گلون خیلی آدمه بدیه و داره اذیت اسرائیل ها میکنه، میادش یه دلاوری بوده صدیق حسبت بنیامی، اسمش چی بوده؟ احد بنگرا. چه احد بنگرا؟ چپ دست هم بوده. یه خود چرا میگی چپ دست؟ آنه چپ دست باشه راست دست باشه به ماج نه فرق میکنه. حالا بهتون میگم چرا فرق میکنه. احد بنگرا هشمیاتش میگه باشو، حالا تو داور بعدی یا رئیس جماعت.
میشه رئیس قوم مصر. اول بنگرای که دست چپ دست بوده دستور میده جلو شده رئیس، براش یه خنجر نیم متری درست کنن، خنجر ولی نیم متر که سرش هم دو شاخه باشه، این زبون ما، شمشیر خنجر دو سره درست میکنه، یه چیز درست حسابی تیز 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 درجه یک میده براش درست کنه. خب چون چپ دست بوده او دنگره خنجرو و شمشیر رو به پای راستش میبسته، چون همیشه وقتی میخوای پای راست باید باشه که از با دست چپ بتونید بکشید بیرون، درست میکنه و یه عبای بلندی هم براش میدوزن، خنجر رو زیر عبا او قایم میکنه رو پای راستش، بعد با یه عبوده، حالا وقتی بوده که با یه عبوده برای پادشاه او اگلو چیز می بردن خلدبار ببرن، خلدبار هم نمیشه گفت، چی بهش میگن، پیشکش ببرن، مالیات ببرن بهش بدن که دهنش کوتاه بشه بهشون حمله نکنه تیک پارشون کنه، مالیاتشون بپردازن به قربان خلد با پول زور ببرن بهش بدن که دست از سرشون بردارن که نیاد به زناشون و دخترانشون تجاوز کنه و بچه هاشون بکشه، جلو به چش و چرش بگیره، یه صندوق جواهرات میارن و یه مقدار زیادی توش طلا و جواهرات رنگی و طلا و الماس و فیروزه و زمرد و چیزا کوفتش بهش براش میارن، درست میکنن تو جعبه و جعبه بزرگ و احود بنگرای با یه 7-8 نفر دیگه به عنوانی که میخوان براش پیشکش ببرن، پیشکش ها رو بر میدارن و میبرن در کاخ سلطنتی اگالو، میبرن اونجا در اونا میگن چی داری؟ یه اومدیم پیشکش برای پادشاه آوردیم، یه پیشکش آوردی؟ یا میخوایم پاس خدمت پادشاه بدیم، مالیاتمون بپردازیم، باج و خراجمون بدیم که شما دیگه کار بکنه ما نداشته باشیم. به پادشاه میگن، به پادشاه یعنی پادشاه هم خوشحال میشه، میگه خب بفرستشون تو. اینا با اون هود بنگرای همگی میرن تو، در جعبه رو باز میکنن، اینشون پادشاه اگالو میدن. اگالو که آدم فربهی بوده، چاق و چلهی بوده، تا صندوق جواهراتو میبینه و بهش میگن ما پیشکش برا تو بردی، در زیر چشش میره، تا جواهراتو میبینه خیلی خوشحال میشه، این نگاه میکنه به 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 چه جواهرات خوبی، چه جواهرات با اون نظیری، چه کار خوبی کردی تو بردی، به خودش میگه محروم کنه اینا، یه خوب کار خوبی کردی تو بردی،
من منتظرم دوباره از اینا خیلی دیگهش برام بیاری تا یادتون باشه اگه دست کم میگیرید میام همتون رو تیکه پاره میکنم. به جایی که بگه تنکیو، خیلی ممنون، کار خوبی کردی، زحمت کشیدید، حالا که کارو کردید خب اصلا یا به خونه که بخوری خواهی مثل یه دار و نهره هم میزنه و تشکر و مشکر هم تو کار نبوده و یه وظیفتون خوب بلد شدید انجام بدید. اگه همی جوری انجام بدید من کاری به کارتون شاید نداشته باشم، شاید نداشته باشم. اینا میگن تنکیو پادشاه، خیلی ممنون، قربون دستت، دیگه با اجازه دیگه ما اینا آوردیم، خواهشن امسال دیگه به ما حمله نکن. یا که حالا فعلا اینا اینجا هستن تا ببینم راجبش فکر میکنه. راجی یه جور پادشاهی بود، 18 سال اینا زیر دست یه پادشاه بود. همگی بر میکردن و میرن، وقتی که میرن یه مقدار فاصله دور میشن، مثلا 2-3 کیلومتر 4 کیلومتر دور میشن، خود بنگرا رو میکنه به بقیه اونا که باش بودن 7-8 نفر رو، میگه شما بری، من یه موضوعی یادم رفته به پادشاه یا گلو بدم، بر میگردم برم بهش میگم و بر میگردم. شما میخواید این جمع وایسید وایسید، میخواید هم برید برید. اینا میگه نه ما وایسیدیم، برو برگرد. بدو بدو بر میگرده دم کاخ پادشاه و اگلو برمیگرد در کاخو. خب تمام گاردا چون همی 5 دقیقه پیش 10 دقیقه قبلش بوده یادش میشناختنش و میدونستن این چه باج گندهی داده به اگالو پادشاش. میگن چرا برگشتی تو دوباره اردو؟ میگه والا یه موضوع مهم مهمی بوده یادم رفته من به پادشاه تو اگالو بگم، خیلی مهمه. یا خب چیکار میخوای بکنی؟ میگه میخوام دوباره برگردم به پادشاهتون. میگه یا خب باش تو ما بریم از پادشاهمون اجازه بگیریم بعد بیا. میرم پیش پادشاه و پیش اقلا میگنی خود و خود بنگرای دوباره برگشته. میگه یک کار مهمی بهت داره. پادشاه هم که میدم صندوق طلای گونه ای براش آورده بود، خب بهش بگید بیاد تو ببینم چیکار داره. خود بنگرای میاد تو. آیا رسم چی بوده وقتی که میخواست بره پادشاه بگرده بره پادشاه ببینه بدنشو؟ مثل سکوریتی ها دیدی که میخواید بری توش تا باسته تون چک میکنن توفنگی افتیری چاقویی چیزی نداشته باشی؟ اینجا معمولا همه جای بدن میگردن، ولی اون موقع فقط پای چپ میگشتن. چرا؟ چون همه که شمشیر یا خنجره گذاشتن رو پای چپشون بوده، کسی چپ دست نبوده که بهش مزنون بشن رو پای راستش ممکنه شمشیر باشه. میان چیکار میکنن؟ دست میکشن رو پای چپش، میبینن پای چپش هیچی روش نیست. یا همه با او رو شمشیر بوده نمیفهمن، یه هم با روتو، یه هم با خنجره 2 متری میره تو کاخ سلطنتی. اولا پادشاه چطور شد تو دوباره برگشتی؟ میگه نمیدونی چطور شده. میخواد چطور شده بهم بگو. میگه یه موضوع مهم مهم مهمی یادم رفته بهت بگم. میگه خب بگو. خود بنگران میگه جلوی هم آدم من به تو بگم و دیگه یکم چی سری من به تو بگم دیگه سر نیست، همه که میفهمه. اگلو میگه خب میخوای چیکار کنی؟
دیگه بلند شو بریم یه جایی منو تو باشی، من نمیخوام هیچ که بفهمه، خیلی مهمه، سریه، خیلی مهمه. پادشاه هم که یه همه طلا و جواهر را دیده بوده، خب خودی که طلا و جواهر نمیخواد به من بده، حتما یه چیز مهمیه بشت بینان. یه اتاقی داشته که مثلا اتاق مطالعهش بوده، اتاق استراحتش بوده، اتاقی بوده که میرفته توش استراحت میکرده، چورت میزده، خوابی میکرده. یه اتاق جوری داشته پشت کاخ، میخوابی بدیم تو اتاق مطالعه. یه انگلیسی معمولا یه اتاق ها میگن اتاق مطالعه، ما تو ایران بهش میگفتیم اتاق، اما اتاق مطالعه یه اتاق استراحت که اکثر اونم هنوز تو ایران داریم. میخوابی بدیم که یه اتاق پشتو با این بوکس کسی نیست، با خود بینگر آیم با این میره تو، پادشاه میشینه رو تخت تو. خب گونم چیه؟ چی میخوای بهم بگی؟ بگو. یه چیز مهم مهم مهمی. خب چیه که قد مهم؟ میگه من از طرف هشم یک موضوع مهمی رو میخوام به تو بگم. هشم یه خبری برای تو داره. میگه هشم برای من خبر داره؟ یا یه خبری از طرف هشم برای تو بود. تا آگالو اینو میفهمه رو تخت نشسته بود، بلند میشه وای میسه به احترام نشه، میتو از طرف هشم برای من پیغام داری؟ میگه ها. تا میفهمه بلند میشه شقی وای میسه و سر پا میخو چیه؟ پیغام هشم رو بهم بده. یه الان بهت میدم، همیه الان بهت میدم. بیا دست چپش میکنه زیر ابرو، قبل از اینکه آگولو بفهمه خنجر رو میکشه بیرون، میذاره تو شکم آگولو، پاره میکنه میره تو قلبش. خنجر رو میگه قد تیز بوده که وقتی میکنه تو شکمش، تو شکم آگولو، بلا فاصله قلبش رو تیکه پاره میکنه که در جا میمیره و از پس چیز بوده تا دستش میره تو شکمه آگولو، تا دسته خنجرو وارد بدن آگولو میشه و دردن میکشتش. خود بنگرای که میبینه پادشاه افتاد رو زمین، بلا فاصله دستشو میکشه بیرون، خودشو خورده تر رو تمیز میکنه، بلا باس پادشاهو تر رو تمیز که میکنه، میاد از توتاق مطالعه پادشاهو بیرون که حالا رو زمین افتاده و مرده، درو از پشت میبنده، قفلش هم میزنه کهش که نتونه بره. میاد بیرون، گارد آقای سونه میگن خب تو شو که پادشاه؟ میگه پادشاه گفته خیلی خسته شه و میخواد استراحت کنه، مزاحمش نشی تا یه ساعت دیگه. اینا میگن چشم. میاد بیرون و با دو از تو کاخ میاد بیرون و شروع میکنه به فرار کردن و میره میرسه به دوستاش. دوستاش میگن خب چی تو شد؟ میگه پیغامو به آگولا رسوندم. یا خب چه پیغامی بود؟ میگه پیغام مرگ. پیغام مرگ. میگن چی تو شد؟ میگه کشتمش. همه خوشحال و خندون که آگولا از مون رفته، چون خیلی سیاست مدار بوده، خیلی نقشای جنگی خوب میکشده و میتونست همیشه پاک نقشایی که میکشده اسرائیل ها رو زیر و زبر میکشده. بعد یه ساعت دو ساعت که میگذره گاردا میبینه هیچ خبری از آگولو نیست، میگه خب گرفته خوابیده، بریم بیدارش کنیم این چی کار میکنه. وقتی میام پشت درو میبینن درو قفل، نگاهی درو میکنن، میبینن زیر درو پورت و پر خونه،
درونش گونه میرن تو میبینن آگلا افتاده و مرده. احد بنگرای کشتتش رو در رفته و دیگه دستشون هم به ای نمیرسه، چون یه دو سال گذشته و ای رفته کشون. اینا هم که دیگه پادشاه نداشته بودن، یعنی آگل مرده بوده، اسرائیل هم از او بر هشم گفت بوده من با آتونم، میریزن روی سربازای آگلو ده بکش ده بکش، وارد جای میشن و همه شونو میکشن و از تو کشور اسرائیل میکنن بیرون. و احد بنگرای رئیس سبت اینا میشه. یه وقتم خیلی طولانی شد، تا روز دیگه دنباله این ماجرا براتون دوباره بگیم. ببینید هر وقت رفتیم به طرف اشه پیروز و موفق و شادکام و خرم و سربلند زندگی کرد. همه ماجرای نبیم همیه. گفتم این صرفه سوزن خورد است. هر وقتم که بشیم پشت کردیم و رفتیم، تو سری بوده و تو مشی بوده و بندگی بوده و بردگی بوده و قشم دیگه نمیکن. کدومش میخواید رز رز؟ کدومش میخواییم؟ راستی راستی زیست خیلی سخته روزی یه قدم بریم به طرفش. من میگه روزی یه قدم داریم هفتش بکن قبولتون دارم، والا هفتی به هفته یه قدم بریم والا میارزه، کرور میارزه، کرور. چه پدری بهتر ازش؟ چه پدری؟ شب و روزتون بخیر. خدا یار و یار.